آیا آنتی‌اکسیدان ها واقعا میتونن جلوی روند پیری رو بگیرن؟ با یه آزمایش جالب و علمی پاسخ این سوال رو بهتون میدیم. آنتی‌اکسیدان های خوراکی در کدوم مواد غذایی پیدا میشن و دقیقا چه کاری در بدن انجام میدن؟ چرا بعضی ها تبخال میزنن و برای رفع اون چه کار میشه کرد؟ و پاسخ به سوالات شما در مورد روابط جنسی قبل از بارداری. من شنیدین و خوندین که داشتن رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها میتونه جلوی پیشرفت بعضی از بیماری های قلبی، سکته مغزی یا بعضی از سرطان ها و همطور بیماری هایی که با افزایش سن ایجاد میشه مثل آلزایمر رو بگیره. اما اخیراً تحقیقاتی انجام شده که میگن مصرف آنتی اکسیدان ها میتونه در بعضی از شرایط برای بدن خطرناک باشه. حالا کدوم یکی از این دو تا درسته؟ نازنین معتمدی برای اینکه جواب سوال ما رو بده 12 هفته زیر نظر متخصصین تغذیه رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان ها رو تجربه کرده. با هم ببینیم. هممون اسم آنتی اکسیدان ها رو شنیدیم، روی جعبه های میوه و بسته های مواد غذایی دیدیمش. اما اینکه چقدر آنتی اکسیدان ها واقعا برای سلامتی مفیدن پشتوانه علمی داره و چقدرش بازارگرمیه برای خالی کردن جیب من و شما. بهترین کسی که میتونه جواب این سوال رو بده پروفسور میچینه که سالهاست روی آنتی اکسیدان ها تحقیق میکنه. خب ما الان تو بازار بارو هستیم. بله. میشه توضیح بدین کدوم یکی از این میوه آنتی اکسیدان دارن؟ باشه، از همینجا شروع کنیم. مثلا گوجه فرنگی سرشار از آنتی اکسیدانه. رنگ دونه های زرد و قرمزش حاوی نوعی از اکسیدان به نام لیکوپینه که خیلی مفیده، مخصوصا برای پوست. این آنتی اکسیدان ها آسیب نور خورشید به دی ان ای رو کم میکنن. همینطور از پوست در مقابل آفتاب محافظت میکنن. البته لازم نیست الان کرمای ضد آفتابتون رو دور بندازید یا گوجه به صورتتون بمالید، ولی آنتی اکسیدان های گوجه برای پوست مفیدن. بقیه سبزیجات چی؟ این طرف بازار چشمم به شلغم افتاد. ورزشکارای حرفه‌ای در تمریناتشون خیلی شلغم مصرف میکنن. تحقیقات نشون داده که دوچرخه سوارایی که شلغم میخورن زمان کمتری برای تجدید قوا نیاز دارن. دوچرخه سوارای تور دو فرانس سر شلغم قسم میخورن. شلغم میزان استرس خون رو پایین میاره و سیستم ایمنی بدن رو هم قوی تر میکنه. به خاطر آنتی اکسیدان زیادشون؟ بله. پرتقال چی؟ مرکبات از جمله پرتقال و لیمو ترش سرشار از ویتامین سی ان. آنتی اکسیدان هم دارن ولی نه زیاد. انبه؟ انبه و انار شبیه همن. پر از رنگ دونه های زرد و قرمز. لیکوپین دارن. پژوهش‌ها نشون داده که انار هم از دی ان ای محافظت میکنه و هم روند پیری رو کند میکنه. چه خوب، ما تو ایران و افغانستان کلی انار داریم. جالی، خیلی خوبه. اما شما روی بلوبری تحقیق مفصلی کردید، درسته؟ موضوع تحقیق ما اینه که آیا آنتی اکسیدان های موجود در بلوبری میتونن استرس خون رو پایین بیارن یا نه. نام علمی استرس خون اکسیدیتیو استرس یا آسیب اکسیداسیونه. اما این عبارت دقیقاً یعنی چی؟ خیلی ساده بگم یعنی اکسید شدن، زنگ زدن و پوسیده شدن سلولا، که اصلا چیز خوبی نیست. هر چی سن بالاتر میره میزان زنگ زدگی سلول هم بیشتر میشه و مؤثرترین عامل مبارزه با این روند آنتی اکسیدان هستند. آنتی اکسیدان ها با تأثیرشون روی رادیکال های آزاد این کارو میکنن. در سلول های بدن ما موادی به نام رادیکال های آزاد وجود دارن. رادیکال های آزاد مولکول های بی ثباتی هستن. اونا به مولکول های کناریشون حمله میکنن و یک الکترون ازشون میدزدن تا دوباره به ثبات برسن. مولکولی که الکترونشو از دست میده خودش تبدیل به یک رادیکال آزاد میشه و این چرخه ادامه پیدا میکنه. بدن ما معمولا میتونه بخشی از این رادیکال های آزاد رو کنترل کنه و
ولی اگه تعدادشون زیاد بشه سلولا آسیب میبینن و پیامدهای ناگواری به جا میذارن. از جمله پیامدهای ناگوار استرس خون و آسیب اکسیداسیون میشه به بیماری‌های آلزایمر، دمانس، سرطان و بیماری‌های تحلیل برنده عصبی اشاره کرد. دانشمندان معتقدند روند پیری زودرس هم از تأثیرات رادیکال‌های آزاده. خبر خوب این که آنتی اکسیدان‌ها رادیکال‌های آزاد رو از بین می‌برن و جلوی حمله‌شون به سلول‌های بدن ما رو می‌گیرن. به عنوان موش آزمایشگاهی 12 هفته تو این تحقیق شرکت میکنم تا ببینم با روزی 200 گرم بلوبری میتونم استرس خونم رو پایین بیارم؟ اومدم به دانشگاه نیوکاسل، جایی که پروفسور میچین و همکاراش نمونه خون از من میگیرن تا ببینم قبل از شروع دوره آزمایشی میزان استرس خون من چقدره. برای اینکه ببینیم میزان استرس خون چقدره، با یه عامل خارجی به سلول‌های خون تنش وارد می‌کنیم. بعد میزان مقاومت خون در مقابل عامل استرس رو اندازه می‌گیریم. آیا این به مقدار تنش و استرسی که الان من دارم هم مرتبطه؟ بله، استرس خون به عوامل مختلفی بستگی داره. هم میشه با رژیم غذایی تغییرش داد و هم با عوض کردن شیوه زندگی. مثلا اگه ورزش نکنید یا کم خوابی داشته باشین، میزان آسیب اکسیداسیون بدنتون بالا میره. افزایش سنم همین اثر داره. خب من الان همه عوامل منفی رو دارم. تنش تو کار، زندگی، ورزش نکردن، ناسالم غذا خوردن. مهمه که استرس خونتو پایین بیاری. چون استرس خون تنها باعث پیری زودرس نمیشه، بلکه سیستم ایمنی بدن رو هم تضعیف میکنه. یعنی مقاومت بدن رو در مقابل بیماری ها کم میکنه. بنابراین وقتی حرف از آنتی اکسیدان ها میشه، فقط بحث جلوگیری از پیری زودرس نیست، بحث سلامتی بدنه. بریم یه نگاهی به نتیجه آزمایش بکنیم. میزان استرس خونت خیلی بالاست، یا مقاومت خونت در برابر استرس خیلی پایینه. یعنی الان سلولای من دارن خیلی سریع پوسیده میشن؟ الان سلولا دارن سریع زنگ میزنن و اکسید میشن. در مقایسه با میانگین آماری که ما داریم، استرس تو بالاتره. خیلی بالاتر از میانگینم. بله، بله. اونقدر شوکه شدم که از همون فرداش رژیم غذایی سرشار از آنتی اکسیدان رو شروع کردم. این یکی از راحت ترین آزمایش‌های بود که تو این سالها برای این برنامه انجام داده بودم. البته اوائلش. بعد از 2 هفته خوردن بلوبری دیگه رنگش رو هم که میدیدم کهیر میزدم. تصمیم گرفتم کمی خلاقیت به خرج بدم. منتها به دلیل سابقه درخشانی که در پختن کیک داشتم، راه‌های دیگر رو امتحان کردم. حلیم و بلوبری، ماست و خیار بلوبری، املت بلوبری. خیلی طول نکشید که این واقعیت تلخو بپذیرم که آدم خلاقی نیستم و برگشتم سر خونه اول. بلوبری توی ایران و افغانستان و تاجیکستان سخت پیدا میشه و گرونه. از پروفسور لیتس میپرسم به جای بلوبری چه چیزای دیگه ای میشه خورد؟ آیا میوه‌هایی هستن که بیشتر از بلوبری آنتی اکسیدان داشته باشن؟ تو غذاهای ایرانی سوماق خیلی آنتی اکسیدان داره. حتی از بلوبری هم بیشتر؟ بالقوه بله. 5-6 برابر بلوبری آنتی اکسیدان داره. ولی یادتون باشه شما سوماق رو به عنوان چاشنی خیلی کم روی غذاتون میریزید. هیچ وقت 200 گرم در روز نمیخورید. قانون کلیش اینه. هرچی پوست میوه و سبزیجات پررنگ تر باشه، آنتی اکسیدانش بیشتره. مثلا میوه های جنگلی مثل انواع توت ها سرشار از آنتی اکسیدانن. حواستون باشه، توت هایی که بزرگترن آب بیشتری دارن و اتفاقا آنتی اکسیدانشون کمتره. بعدش آلو و سیب رو میشه مثال زد. ممکنه از روی رنگ بگید خب بادمجون حتما کلی آنتی اکسیدان داره. بله، ولی اگه پوستش رو بکنید در واقع همه آنتی اکسیدانش رو از بین بردید. این بار که میرزا قاسمی یا کشک بادمجون درست میکنید حتما حواستون به این نکته باشه. اگه من تو ایران بودم حتما انار زیاد میخوردم. پر از آنتی اکسیدانه. حالا آنتی اکسیدان های انار تو پوستشه یا تو پره های سفیدش یا توی دونه هاش؟ آنتی اکسیدان انار هم در پوستشه، هم در دونه هاش و هم در پره های سفیدش. بنابراین بهتر آبشو بگیرید، یعنی کل انار رو بندازید توی دستگاه آب میوه گیری که از همه آنتی اکسیدانش بهره ببرید. گمونم هم آب انار هم رب انار خیلی توی خاورمیانه محبوبه. من خودم هر روز 1 لیوان آب انار میخورم.
تقریبا 3 ماه گذشته و من دوباره به دانشگاه نیوکاسل اومدم تا ببینم آیا تونستم استرس خونم رو با این رژیم پایین بیارم یا نه. مارک چی کار کردم؟ خب ببینیم چی کار کردی. نتیجه فوق‌العاده است. از وقتی که این رژیم رو رعایت کردی تونستی میزان استرس خونت رو به شدت پایین بیاری. قبل از شروع آزمایش 19650 بودی. بعد از اینکه برای 12 هفته روزی 200 گرم بلوبری خوردی، این رقم شد 8862 که بیشتر از 50% بهبود رو نشون میده. بیشتر از 50%؟ تازه تو این آزمایش رو وقتی انجام دادی که زندگی و کارت پر از تنش بوده. فقط تغییر رژیم غذایی تونسته این تغییر رو به وجود بیاره. آفرین، عالیه. تا کی میزان استرس خونم انقدر پایین میمونه؟ متاسفانه اگه هر روز آنتی اکسیدان نخوری، کم کم میزان استرس خونت برمیگرده به وضعیت اول. همه ما دلمون میخواد که روند پیر شدن رو به تعویق بندازیم، مخصوصا کسایی مثل من که تو سابقه خانوادگیشون انواع و اقسام بیماری‌های مرتبط با پیری وجود داره. شاید من برای این گزارش یه کمی شلوغش کردم، ولی واقعا خوردن 200 گرم بلوبری یا انار یا گوجه فرنگی نه سخته نه دردسر داره. قطعا به نتیجهش میارزه. تنبلی نکنید. خانم دکتر گلندام خائف، متخصص تغذیه از کالیفرنیا با ما همراه هستن. خانم دکتر، کلن چند نوع آنتی اکسیدان داریم و در کدوم مواد غذایی اونها پیدا میشن؟ دسته اول میوه ها هستن که خیلی آنتی اکسیدان توشون زیاده، ولی مخصوصا میوه هایی که رنگ های قرمز، نارنجی، زرد، بنفش و سبز تیره دارن. مثال هاش خانواده های مرکبات زردالو، کیوی، بری ها یعنی توت ها و انگور. دسته دوم سبزی ها هستن که اونم دوباره مثل میوه ها رنگ های خیلی پررنگ و رنگ های مثل سبز تیره، قرمز، زرد، نارنجی. مثال هاش هم اسفناج، کلم بروکلی، فلفل دلمه ای، کدو حلوایی، تمام اینا رنگ های متنوعی دارن و آنتی اکسیدان بسیار بالا. دسته دیگه غلات کامل هستن که غلات سبوسدار و فیبردار هستن، اونها هم آنتی اکسیدان دارن. آجیل و دانه ها، کلن دانه های روغنی آنتی اکسیدان بسیار فراوانی دارن. همینطور روغن هایی که از گیاه گرفته میشه، اونها هم ویتامین ای و آنتی اکسیدان بالایی دارن. حبوبات، لوبیا، عدس، سویا هم جز این دسته محسوب میشه. و موادی مثل مواد غذایی مثل چای، عسل، گیاهان دارویی که توی ایران خیلی مصرف میشه و ادویه و چاشنی و پیاز و سیر. و دسته آخرم که گفتم همون گوشت و غذاهای دریایی و شیر و تخم مرغ هست که مقدار کمی آنتی اکسیدان داره، اما غذاهای گیاهی بسیار آنتی اکسیدانشون بالاتر هست. ادعا میشه که مصرف آنتی اکسیدان ها میتونه جلوی پیشرفت خیلی از بیماری های مثل بیماری قلبی یا حتی بیماری مثل سکته مغزی رو بگیره. چقدر این ادعا درسته و به حقیقت نزدیکه؟ خیلی از تحقیق ها نشون دادن افرادی که آنتی اکسیدان بالایی توی غذاها، رژیم غذایشون مصرف میکنن، ریسک خیلی پایین تری برای گرفتن بیماری های مزمن مثل سرطان، مشکلات قلبی، سکته و مشکلات بینایی که با در واقع پیر شدن و بالا رفتن سن همراه هست، خیلی درشون کمتر دیده شده. به خاطر همین آنتی اکسیدان ها جلب توجه دانشمندا رو خیلی کردن در دهه 90 و از اون به بعد. پس آیا درسته که ما بخوایم بگیم که مصرف قرصهای مکملی که حاوی آنتی اکسیدان هستن میتونه جانشین مناسبی باشه برای مواد غذایی که حاوی آنتی اکسیدانن؟ خیلی ها فکر کردن خیلی خوب، پس ما میایم آنتی اکسیدان ها رو میگیریم و میذاریم توی مکمل ها و ازشون مکمل درست میکنیم و میدیم به مردم و کسایی که مخصوصا تو ریسک بالاتری هستن برای بیماری های مزمن که مصرف کنن و بیماری مزمن نگیرن. ولی متاسفانه تحقیقات نشون داد که وقتی که آنتی اکسیدان رو از غذا بر میداریم میذاریم توی مکمل، برای افراد سالم که تقریبا هیچ اثری نداره و پولشون رو دور میزن، و برای افرادی که ریسک بالایی برای بیماری های مزمن دارن حتی خطرناکه، چون میتونن اووردوز بکنن و آنتی اکسیدان در واقع تبدیل میشه به پرو اکسیدان که باعث میشه که رادیکال های آزاد به وجود بیاد و اون خیلی خطرناک است. خیلی ممنون خانم دکتر.
بعضی ها تبخال میزنن؟ اصلا درمانی برای تبخال وجود داره؟ خیلی از ما تجربه تبخال رو داشتیم، همون تاولای دردناک نچندان زیبایی که اطراف دهان و لب میزنه. عامل اون یه ویروس هست، ویروس HSV-1 که در دوران کودکی وارد بدن میشه و به طور مدام العمر هم میمونه. در واقع 67% از جمعیت زیر 50 سال جهان ناقل این ویروس هستن. اما همه افرادی که مبتلا به HSV-1 هستن تبخال نمیزنن. در حقیقت بیشتر افرادی که ناقل این ویروس هستن خودشون هم اطلاع ندارن، چون هیچ علامت بالینی ندارن. دلیلش هم اینه که این ویروس غیر فعال هست. فقط زمانی که ویروس تحریک میشه سیستم ایمنی رو فعال میکنه و باعث میشه که تبخال به وجود بیاد. عواملی که باعث میشه ویروس تبخال تحریک بشه و به صورت تاول خودش رو نشون بده در افراد مختلف متفاوت هست. در عده خستگی، در بعضی دیگه استرس های عصبی و حتی در عده در معرض تابش نور خورشید زیاد قرار گرفتن باعث بروز میشه. اگه مبتلا به تبخال هستیم، یه سری کارهای ساده رو باید انجام بدیم. مثلا نباید دست به زخم بزنیم. سطح زخم یه سری ترشحاتی داره که از طریق این ترشحات به قسمت‌های دیگه بدن انتقال پیدا می‌کنه. بگه اینکه کسی رو نباید ببوسیم. اگر که به زخم دست زدین، حتما دستتون رو بشورین. همینطور اگر که با شریک جنسیتون رابطه جنسی می‌خواید برقرار کنین، از سکس دهانی قطعا جلوگیری کنین، چون باعث میشه که ویروس از زخمی که کنار لب شما هست به اندام‌های تناسلی اون انتقال پیدا کنه و باعث بروز در واقع تبخال تناسلی بشه که هم دردناک‌تره هم کنترلش سخت‌تره. با اینکه ویروس HSV در بدن از بین نمیره، ولی یه سری درمان‌هایی برای تبخال وجود داره که میتونه مفید باشه. مثلا اگر که هنوز تبخال نزدین ولی احساس مرمر و سوزش دارین، میتونین از یه سری کرم‌های ضد ویروس که در داروخونه هست استفاده کنید که در واقع درمان رو یکم سریع‌تر می‌کنه. و اگر تبخال زدین و دردناک هست، میشه از کرم‌هایی که واقعاً مسکن هست استفاده بکنید تا درد رو کمتر کنه، و یا اینکه از نعنا به عنوان یک درمان خانگی استفاده کنید که البته هنوز در رابطه با اون سند علمی وجود نداره. خوشبختانه اگر هیچ کاری هم نکنیم، تبخال تا 10 روز خودش خود به خود خوب میشه. اگر تعداد تبخال زدن‌های شما خیلی زیاده، یعنی مرتب تبخال می‌زنین و درمانش خیلی سخته و به درمان جواب نمیده، حتما باید به پزشک مراجعه کنین، چون نیاز به داروهای ضد ویروس خوراکی دارین و همینطور به بررسی بیشتر. در بخش درگوشی این برنامه دکتر سارا ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، به سوالات شما در مورد روابط جنسی قبل از بارداری پاسخ میدن. یادآوری کنم این بخش از برنامه مناسب کودکان نیست. سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و روان درمانگر جنسی هستم. در این برنامه به سوالهای شما در مورد روابط جنسی پیش از بارداری میپردازم. از نظر جنسی توصیه که من میکنم اینه که هر گونه مسئله‌ای که دارین، حالا از نظر لذت بردن، از نظر همدلی جنسیتون، از هر نظر، اینو حل بکنین اول، به یک الگوی سالم رابطه جنسی برسین، بعداً برای بچه دار شدن تلاش بکنین. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگر شما با یک الگوی ناسالم، یا یعنی که اصلا قبل از اینکه همدیگر خیلی خوب بشناسین، یه دفعه وارد این فاز جدید زندگیتون و فاز جدید زناشویی بشین، بعد از اینکه بچه بیاد یک سری چالش‌های برای همه زوج‌ها وجود داره و زوج‌هایی که اون پیشینه رو ندارن با هم، خیلی سخته که بتونن برگردن و یک رابطه درست جنسی رو با هم دیگه شکل بدن. حالا این زوج این تصمیم رو گرفتن و میخوان که برای بارداری تلاش بکنن. یه چیزی که مهمه اینه که خیلی به صورت مکانیکی این قضیه رو در نیارین. چرا؟ اون قسمت قضیه رو که من میبینم، خانم یا آقا به من مراجعه میکنن، میگن که من احساس میکنم که فقط به تبدیل به یک ماشین بچه درست کنی شدم، یا آقا یا خانم هر دو، که یعنی ما سر یه ساعتی از تقویم ماه ما باید با هم رابطه داشته باشیم، اینجوری باید با هم رابطه داشته باشیم، وگرنه اون پنجره یا بازه زمانی رو از دست میدیم و خب دیگه مثلا اون حالت تخمگذاری خانم از بین رفته زمانش و ما نمیتونیم دیگه بچه دار بشیم. بعد این وقتی که یه مدتی طول میکشه، چون از زمانی که زوج اراده میکنن تا که میخوان باردار بشن تا زمانی که باردار بشن به طور متوسط یه سال طول میکشه. به خاطر همین شما فکر کنید که یه سال چه الگویی رو شکل میدین که هر وقتی که تقویم گفت یا مثلا خانم تخمگذاری داشت ما با هم رابطه داریم. بعد رابطه جنسی منوط فقط به دخول میشه، در صورتی که زوجا در این صورت خیلی اشتباه میکنن اگه فقط به این موضوع بپردازن. چرا؟ چون زمان بارداری
بعضی راحت نیستن، احساس میکنن خانم راحت نیست، آقا میترسه که به بچه یا خانم آسیب بزنه، حاملگی پرخطر، اصلا نمیتونن رابطه داشته باشن، به دلایل مختلف ممکن نخوان دخول رو تجربه بکنن. بعد اگر شما برای سال قبلش فقط محدود کرده باشین خودتون رو به دخول، بنابراین اونقدر طیف گسترده ای از روابط یا اون رفتارهای جنسی با هم ندارین که تجربه بکنین. بنابراین سعی بکنین که از همه وجود هم لذت ببرین، دخول هم یه قسمتی باشه براش، و معمولا زوجی که 3 بار در هفته به صورت منظم رابطه جنسی دارن بدون محافظت، بدون کاندوم، بدون هیچ گونه وسیله جلوگیری، معمولا سر 1 سال باردار میشن. حالا اگه بهتر تنظیم بکنن خب شاید مثلا زودتر باردار بشن، و اگرم که این حالت پیش نیامد بعد از 1 سال میتونن برن به پزشک مراجعه بکنن، آزمایشات لازم رو بدن. ولی اینم باز هول نشین که اگه بلافاصله باردار نشین، چون بعضیا فکر میکنن همون ماه اول دیگه ما تنظیم کردیم و باید بارداری اتفاق بیفته. یا اینه که مثلا زوج میپرسن که چه نوع پوزیشن یا حالتی رو باید ما بگیریم که شانس بارداریمون رو بالاتر ببریم. بهترین توصیه که من میتونم بهتون بکنم اینه که باید توی یک حالتی باشین که هر دو راحت باشین، در به قول معروف بیشترین لذت رو ببرین، و اینی که ریلکس باشین، این بیشترین شانس رو براتون ایجاد میکنه. ولی پوزیشن ها یا حالت هایی که دخول عمیق‌تری دارن معمولا گزارش شده که بیشتر میتونن به قول معروف درصد بارداری رو بالا ببرن. یکی دیگه، آیا مردها هم باید نکاتی رو رعایت بکنن که در سطح باروری خانم بالا بره؟ مثلا اینکه اگر یک آقایی خب مثلا مشروب دارن خیلی مصرف میکنن، مشروبات الکلی یا مواد مخدر، کیفیت، مقدار و توانایی اون اسپرمی که دارن میاد پایین. این خیلی طبیعیه و نظر علمی هم ثابت شده. بنابراین یه زوج نباید فکر بکنن که بارداری فقط برای خانم هاست. برای همین احتمالا متوجه میشین که زبانی هم که من استفاده میکنم این نیستش که فقط بگم خانم باردار میشه، میگم که زوج وقتی که میخوان باردار بشن، چون به هر حال مسئولیت هر دو نفرشونه، همینی که یه راهی که با هم دارن به پیش میبرن. امیدوارم که پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشید حداقل تا یه حدی، و تا برنامه بعدی تندرست و شاد باشید. همه برنامه‌های 37 درجه رو میتونید در پلیلیست 37 درجه در یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید. در تلگرام و اینستاگرام با هشتگ 37 درجه ما رو دنبال کنین. آدرس ایمیل ما هست 37@bbc.co.uk. تنتون سالم، دلتون شاد، روانتون آرام.